سوالی هست جانم؟ از همین اول کار دیگه من تا ته ولومو بردم بالا. خیلی خوب، این صدام میاد؟ الان چی؟ آه میاد، الان بهتر. کیا میگن صدا نمیاد؟ پس خیلی ها نشنیدن چون دستشون رو بلند نکردن. خب من جلسه پیش سینماتیک رو شروع کردم، حرکت شناسی، و ادامه میدم. سوال بپرسید. کتاب و سوال رو به صورت واضح توضیح بدید. چیه؟ مسئله حل شده کتابه. خب مسئله رو مطرح کنید به زبان شیرین فارسی، بگید که سوالتون چیه؟ برشون. نه این نکته مهمه. ببینید شما اول باید سوالتون رو بفهمید چیه. خب من چه سوالی دارم؟ این اولین نکته است که من مثلا این رو بررسی کردم اینجاشو نفهمیدم، بعد بتونید این سوال رو بیان بکنید، این نکته بعدیه. بعد اون وقت من باید سعی بکنم سوال شما رو بفهمم، اینم نکته بعدیه، و بعد بتونم جواب بدم، یعنی جوابش رو در بیارم و در آخر به شما تحویل بدم و شما هم قدم اول رو گیر افتادید. جونم قضایی مرکوریازی مثل قضایی پیثاغورس رو میشه با تعدیل ابعادی سوالشون شنیدی؟ نه نشه. میگن که قضایای معروف ریاضی مثل قضیه پیتاغورس را آیا میتونم با تحلیل ابعادی حل کرد؟ به دست یعنی اثبات کرد؟ خب شما خودتون نظرتون چیه؟ نمیدونید. کسی میدونه؟ شما؟ نه حالا سوال این که آیا میشه اثبات کرد یا نه؟ یه ابزاره، ممکنه از این ابزار بتونید استفاده بکنید و قضیه فیثاغورس رو ثابت بکنید. نمیشه، یک نفر ادعا کرد نمیشه، دیگه میشه. اونایی که میگن میشه بیان ادعاشون رو ثابت بکنن. کسی دیده این مسئله رو؟ به نظر میاد که نه. خب یه مثلث قائم الزاویه و مساحتش رو میخوام حساب بکنم. مثلث قائم الزاویه اگر من وترش بدونم چقدره و اینم سرعت نور نیست، اگه وترش رو بدونم چیه و این زاویهش رو بدونم چیه، کاملا برام مشخص میشه. اطلاعات دیگه ای نمیخوام برای اینکه مشخص بکنم مثلث قائم الزاویه هم چه خاصیتی داره چیه. یعنی بهتون بگم آقا یک مثلث قائم الزاویه دارم، وترش 1.2 متره و یکی از زوایاش مثلا 37 درجه است. شما میگه آها فهمیدم کدوم چه مثلثی رو میگه. حالا مساحت چنین مثلثی از چه جنسیه؟ از جنس طول به توان دو. و قاعدتا من چون با این دو تا عدد میشناسم که مثلثم چیه، باید بر اساس همین دو تا عدد بتونم مساحتشم بگم چیه. پس یه تابعیه از این طول، طول وتر و این زاویه. حالا از این دوتا
چه کمیتی میشه ساخت که از جنس طول به توان دو باشه؟ سی دو در یه تابع دلخواه تتا. این تابع رو نمیدونم، هر تابع عجب غریبی میتونه باشه. اینجا تحلیل عوادی به کار بودم، گفتم من با استفاده از سی و تتا، یعنی گفتم اس تابعی از سی و تتا است، این طول به توان دوه، این طوله، این بدون بوده. حالا چه جور تابعی میشه ساخت که از این دوتا که از جنس مساحت باشه از جنس طول به توان دو؟ اینی که طول به توان دو رو با سی به توان دو بذاری، اف تتا هم هر تابعی باشه من قابل قبوله برام، هیچ ایده ای دوارش نه. خب خب حالا من میخوام قضیه فیثاغورس ثابت کنم، چیکار کنم جونم؟ ارتفاع مثلث رو میکشیم. خب بی و آ باشه، اینم شتاب نیستا. شاهایی که در بود حالا سوال بگیم مساحت این مثلث و ترش ایه، یکی از زاویه هم تتاست، پس این اگه اس کل بذارم، اینو اس یک اس دو بذارم، اس یک چیه؟ خب ای دو در همین تابع اف تتا، اس دو چیه؟ و اس یک به علاوه اس دو چیه؟ پس سی دو در اف تتا برابر است با آ دو در اف تتا برابر بی دو در اف تتا. و چون اف تتا هم صفر نیست در حالت کلی، نتیجه میگیرم خودتون رو تشویق کنید. آفرین به این شادیتون. جونم یه بسته گفتم اس یه تابعی از سی و تتا فقط. یک چه واحدی داره؟ جان؟ از کجا اومده؟ چرا یک مترش از کجا اومده؟ نه، شما یک چیزی دارید، یعنی یه سری موجوداتی توی این سیستم دارید، هر جسمی، هر چیزی که واحد داره باید بگید که این از کجا اومده. عدد دو و نمیدونم رادیکال سه دوم و پی و اینا رو من میبینم آقا از یه جایی اومده، خیلی مهم نیستش. ولی اگر بگید آقا سی امن های یک چیه؟ نه میگم یک چجور، چه جنسی، چه یک متره؟ یک سانتی متر که نیست. یک این چه؟ خب نمیدونم یک چیه؟ مثلا یک اینچ میتونه باشه؟ خب اینچ از این یک اینچش از کجا اومده؟ خب ناشناخته باشه، یعنی که شما یک فیزیک جدید توی مسئلتون دارید که نشناخته باشه، تو این چیز جدیدی ندارید. ببین یک مثلا حالا متر میگید، بعد یه چیزی اینجا یک متر هست، اینجا یه چیزی هستش که یه متریه کوشش. چی؟ بله، به سی
داخل خود سی. اینطوری؟ خب این میشه سی دو در یک و علاوه کسونی دو تا در افتت. خب این هم ببرید این تو میشه یه افت جدیدت. اگر چنین چیزی باشه حتما میشه سی رو به صورت سی دو کشید بیرون. بسازید یه چیزی که یه عدد بود داره عجب غریب وارد نکرده باشید که معلوم نیست از کجا اومده و فقط تابعی از سی و تتا باشه. بسازید سی رو. خب این بودش چیه؟ خب نه من میخوام یه چیزی بسازم از جنس بود تو مساحت. خب الان من اون چیزی که من از جنس مساحته چی؟ سی به علاوه این. خب این دوتا رو میشه با هم جمع کرد؟ میشه؟ مثلا سی به توان یه جای سینوس فی هست مثلا یک دوم یه جای سی به علاوه رادیکال سی رو میشه با هم جمع کرد؟ بعدش یکی نیست؟ نه دیگه مشکل اینه. مشکل این که دو تا عدد بعد مختلف رو نمیشه با هم جمع کرد. مسئله دقیقاً این تحلیل ابعادی پایش اینه که دو تا عددی که جنسشون یکی نیستن با هم نمیتونید جمع و تفریق کنید، نمیتونید برابر قرار بدید. الان سی با سی به توان مثلا یک دوم، سی به توان نمیدونم صفر، سی به توان پنج ششم، اینا رو نمیتونید با هم جمع بزنید. مثلا یه چیزی مساحته، میتونید اس و با رادیکال اس جمع بزنید؟ این متر مربع این متره. میتونید بگید آها من یه چیزی دارم دو متر مربع به علاوه یه چیزی هستش که پنج متره، بعد رو هم میشه هفت چی؟ متر مکعب. خب پس این هم از قانون فیثاغورس. دیگه چی میخواییم ثابت کنیم با تحلیل ابعادی؟ خب تتا رو بدون بود گرفتیم. خب زاویه چیه؟ تعریف رادیان. طول کمان نسبت به شعاع. یه طول رو تقسیم بر یه طول کردیم، بودش میشه چی؟ هیچی. درست. میتونسته هر کنون دارتون خواست بزنید. میتونه بشه، ولی اون چیزی که به علاوه سی میشه اون چه جور چیزیه؟ خب چی داره اضافه میشه؟ ببین مثلا نه خب اون به مثلث ربط داره یا نداره؟ یعنی من مثلث رو بزرگ کوچیک بکنم اون واحده عوض میشه یا نه؟ اگر باید عوض بشه به چه شکلی عوض میشه؟ اگر من سی رو دو برابر بکنم اون دو برابر میشه دیگه. خود آ اگر من سی رو دو برابر بکنم آ هم دو برابر میشه یا نه؟ میشه. در نتیجه یه ضریبیه از سی که میدونیم مثلا آ چیه؟
آ هست سی ضرب در مثلا سینوس تتا، یا بی هست سی ضرب در کوسینوس تتا. اگر شما بگید یه عدد دیگه یه مثلا یک به قول دوستمون، مثلا یک متر، من اگر من مثلث رو بزرگ کوچیک کنم یه متر دست نمیخوره، اون وقت میگم این از کجا اومده؟ هندسه سیستم اون یه متر رو کجاش داره که من مثلا یه مثلث چه میدونم یه میلیمتر در مثلا دو میلیمتر اینا رو مثلا دارم بررسی میکنم، باز یه چیز یه متری اینجا سرکلش پیدا شد، یا یه چیز مثلا ابعاد مثلا کهکشان هم میکنم باز یه چیز یه متری هست. این چیه؟ من مسئله حرکت شناسی رو داشتم بررسی می‌کردم و توی یک بودم بود. بازم سوال چیه؟ اینجا راحت میشه تایل عبادی. بله من یکی از مثالایی که زدم نیروی مقاومت هوا بود که شما احتمالاً نمی‌دونستید، ولی با همون حرفایی که من زدم شما می‌تونستید. آره درست. نه ببین، دفعه پیش هم گفتم تحلیل ابعادی برای این نیستش که شما یه مسئله رو به دقت در بیارید، یه ابزاریه برای اینکه یه شهودی پیدا بکنید از اینکه جواب چه چیزایی میتونه باشه یا چه چیزایی نمیتونه باشه. درنچه من اینو فقط برای این دارم میگم که مسئلتون رو همواره بهش نگاه بکنید، از این لحاظ هم جور باشه. من هدفم اثبات نیست. خب من در واقع میگم احساس پیدا کردن از اون مسئله‌ایه که دارم بررسیش میکنم که این مثلا چیزی که دارم بررسی میکنم چه جور جنسی داره. نه ابزار به یه مسئله های ساده بامزه‌ای مثل فیثاغورس رو بله، ولی واقعا ابزاری نیستش که بگیم خب مسئله های مثلا هندسه را ما با تحلیل ابعادی یه مسئله خاصی به یه دلیلی شده مثلا آدم نگاه کنه. خب من پس چیزی که بخواستم بررسی بکنم x بر حسب زمانه که طبیعتاً یکی از چیزهایی که داشتم این بود که سعی کردم منحنی مکان زمان رو بکشم، مثلا برای اتوبوس‌های BRT یا برای هر چیز دیگه ای میشه آدم سعی بکنه بکشه مثلا چنین چیزی که بگه در زمان مکان جسمتون کجاست، و بلافاصله بعدش سرعت رو تعریف کردم که مشتق مکان بود نسبت به زمان، به صورت ایکس نقطه هم نشون میدم. خیلی راحت نمودار این رو هم میتونم بکشم اینجا، سرعت صفره اینجا، سرعت صفره اینجا، سرعت صفره اینجا، سرعت صفره اینجا، سرعت مثبتش به سمت بالاست. زمان منفی شما هیچ وقت تو حرفتون حرف از دیروز نزدید، دیروز اینطوری بود، الان رو بگیرید زمان صفر دیروز میشه زمان منفی، هیچ اهمیتی نداره. مبدا زمانیتون رو کجا گرفتید؟ از اینجا تا اینجا سرعت منفیه، یه سرعت
جان از اینجا تا اینجا داره به سمت ایکس های کمتر میره، بعد از اینجا تا اینجا سرعت مثبت میشه، اندازه سرعت هم نسبت به اینجا کمتره، اینجا سرعت میتونه خیلی بزرگ باشه تو این محدوده، اینجا کمتره، بعد اینجا دوباره سرعت منفی میشه، این تیکه سرعت کمه، یهو سرعت زیاد میشه و بعد دوباره به صفر میرسه و بعد سرعت مثبت میشه و همینطور هم زیاد میشه. این میشه منحنی سرعت زمان و بعد میتونستیم منحنی شتاب زمان رو در بیاریم. من شتاب رو تعریف میکردم، ای هستش دیوی به دیتی یا مشتق دومه مکان نسبت به زمان و باز اونو میشه کشید، بذارید همینجا بکشم، اینجا مشتق صفره، اینجا مشتق صفره، اینجا مشتق صفره، اینجا ها مشتق سرعت منفیه، شیب داره کم، شیب منفیه، سرعت داره کم میشه، تا به اینجا برسیم، اینجا درست تا اینجا سرعت زیاد میشه، بعد از اینجا تا اینجا سرعت داره کم میشه و بعد سرعت یه کمی زیاد میشه و بعد تقریبا ثابت. بذارید اینو اینطوری بکشم که معلوم میشه. دقت بکنید من به خاطر اینکه جا بشه این شتاب رو هم توی همین نمودار مکان کشیدم، ولی واحدی که برای شتاب دارم ربطی به واحد مکان نداره، اون متر، اون متر بر مجذور ثانیه است، یعنی که من نمیتونم بگم آقا این یه متره، مثلا این که انقدره، مثلا اینجا مکان بیشتر از شتابه، هیچ ربطی به هم ندارن، یه متر با یه متر بر مجذور ثانیه نمیتونید مقایسهش بکنید. بعد رو هم انداختم برای اینکه راحت تر بتونم تشخیص بدم و بفهمم چیه تقاور. چی رو بپنید؟ در واقع اینجا ها من احساس کردم که تقریبا سرعت ثابت، اگر سرعت ثابت باشه شتاب شیب سرعت ثابت، درنچه باید شتاب تقریبا ثابت باشه. من چیزی کشیدم اینه که اینطوری نبوده، مثلا اگر اینطوری بود این داره همطور شیب زیاد و زیادتر میشه، درنچه این میومد به سمت بالا، اما احساس کردم که این تقریبا ثابته، یعنی شتاب نه شتاب تقریبا ثابته دیگه، این چون سرعته تغییرات سرعت ثابته یعنی شتاب ثابته، پس اینو تقریبا رسوندم به جایی که شتاب ثابت باشه. حالا میشه این دوتا هم به هم مربوط کرد، در واقع هر جایی که تغییر مکان زمان به سمت پایینه شتاب منفیه، هر جایی تغییر به سمت بالای شتاب مثبته. این هم طبیعیه به خاطر اینکه شتاب مشتق دوم مکانه. میشه مشتق سوم گرفت، مثلا از این مجموعه مشتق سوم بگیریم این پایین بکشیم، مشتق شتاب، باز اینجا میبینید شتاب یعنی مشتق شتاب صفره تو این محدوده، بعد شیب مثبته، بذارید جایی که صفر رو مشخص کنم، اینجا تقریبا صفره، اینجا تقریبا صفره، این محدوده به اونورم تقریبا صفره، هرچه یه چیز شبیه به این میشه.
این میشه دی ای به دی تی که من دفعه پیش با یه جی نشون بدم و همینطور مشتقات بالاتر و بالاتر. من این تأکید رو میکنم، یعنی هی حرف از مشتقات بالاتر میزنم برای اینکه بدونید توی حرکت شناسی شتاب هیچ شخصیت محترمی نیست نسبت به بقیه. محترم احترامش همونقدر که مشتق اول، دوم، سوم، دهم، پنجاه و هفتم است. هیچ فرقی باهاشون نداره. جونم. آره، من به صورت تقریبی اینا رو کشتم. ولی مسئله اینه که من الان شما حرکت من رو نگاه کنید. حالا اینو میخواید درجه دو بگیرید، سه بگیرید، دوازده بگیرید، چیکار میخواید بکنید؟ ببین، من باز تأکید کنم. هدف من نه نوشتن روابط ریاضیه، بلکه توصیف پدیده‌های اطرافمه. و یکی از پدیده‌ها این باشه که من چجوری از اینجا تا اونجا رفتم. خب این چیه؟ درجه دو بود، سه بود، چند بود؟ هیچ. آره، بیشتر حرکت‌هایی که ممکنه دور و برتون ببینید اینقدر رابطه خیلی مرتب و منظمی ندارن. برای همین باید آماده باشید که همه جور حرکتی رو باش تا بکنید. برای همینه که من نمودار میکشم. چون هیچ بیشتر حرکت‌هایی که من می‌بینم حرکت‌های خیلی منظمی نیستن. خب، گاهی اوقات برعکس می‌خوایم بریم. یعنی من اینجا مکان رو داشتم، شتاب رو در آوردم، سرعت رو در آوردم، بعد شتاب رو در آوردم، هی مشتقات بالاتر، از وقتا نه، مکان رو، شتاب رو داریم، میخوایم سرعت رو پیدا کنیم یا مکان رو پیدا کنیم. کجا چه این کاری میکنیم؟ یه وقتی یه جایی به یکی مثلا من شتاب رو دارم، از روش میخوام مکان رو پیدا بکنم. یه مثالی تو زندگیتون، توی اجسامی که ممکنه دور و برتون باشه. جان؟ انتگرال، انتگرال تو زندگیتون انتگرال. ببین، این سوالایی که من می‌پرسم دقیقاً به خاطر اینکه این چیزا رو، این ساختارا رو خراب کنم تو ذهنتون. که من وقتی در این زمینه حرف می‌زنم، بگردید تو زندگیتون نگاه کنید. این که مثلا از اینجا به اونجا میرید رو بررسی بکنید. نه اینکه آها x برابر است با a t2 علاوه فلان فلان. مثلا یکی از چیزها اینه که آره سقوط جسم شتابش رو میدونیم. البته اینو معمولا برعکس فهمیدیم، یعنی هی اندازه‌گیری مکان کردیم فهمیدیم شتابش ثابت. این گالیله چه این کاری کرده. ولی حالا برای اینکه کمی هم جانم مثلا این ماشینی داره میاد طرف شما، میبینید سرعتش چقدره، حدس میزنید که آیا من میتونم خیابون رو رد بشم یا نه. از روی سرعتش و زمانش میتونید بفهمید که آیا به اینجا میرسه یا نه. برای اینکه یکم تخیلی بشه، یکم چه زن بشه، مثلا فرض کنید که در یک دنیایی هستید و یه عده آدم ربا میان شما رو میدوزن، چشم بند میزنن رو چشمتون و ورتون میدارن میبرن به یک جای ناشناخته. شما چی رو احساس میتونید بکنید؟ شتاب رو میتونید احساس کنید. هر لحظه میتونید بفهمید که آهان چه شتابی گرفتید، کدوم وری شتاب گرفتید، اندازه این شتاب چیه، چون این چیزیه که شما میتونید احساس بکنید. و اگر تمام این عددا رو یه جایی یادداشت بکنید، تو ذهنتون داشته باشید، در هر زمانی چقدر شتاب در چه راستایی گرفتید، بعد که بردنتون جای ناشناخته، اگر با یک ترفندی تونستید از اون اتاقی که زندانیتون کردن فرار کنید، این فهرست رو داشته باشید، میتونید برگردید سر جاتون. میتونید تشخیص بدید که جاتون کجاست. حالا شاید خنده‌دار به نظر برسه، ولی واقعیتش اینه که
از چنین شیوه استفاده می‌کنن. مثلا توی اینکه یه موشک بتونه بفهمه کجاست، یه وسیله میذارن که حالا یه جور جیروسکوپه و این خیلی حساسه به اینکه شتابه که داره چقدره. در نتیجه به راحتی با استفاده از اون وسیله میتونن بفهمن که این موشک هر لحظه چه شتابی داشته. وقتی میتونن بفهمن هر لحظه چه شتابی داشته، میتونن در بیارن که آها انقدر سرعتشه و بعد میتونن بفهمن که آها انقدر اینجا انقدرم جابجا شده، الان در چه نقطه ایه. این کاری که واقعا انجام میشه، یعنی از روی شتاب سنجی، سرعت سنجی و بعد مکان سنجی انجام میشه. خب مثلا اگر سرعت رو داشته باشید که V هست dx به dt، V dt میشه dx. اگر انتگرال بگیرید این میشه انتگرال V dt برابر است با x منهای x. پس من اگر x رو بخوام ببینم چقدر نسبت به مکان اولیش جا به جا شده، کافی انتگرال رو حساب بکنم. و انتگرال حساب کردن هم خیلی کار سختی نیست، باید مساحت زیر منحنی رو نگاه بکنید. حالا مثلا این V رو ببینید قرمزه، باید مساحت زیرش رو نگاه کنید. اینجا مساحت های مثبته، اینجا مساحت های منفیه، مثبت منفیه، و اینا رو با هم جمع بزنید. مثلا ممکنه یه دفعه چنین سوالی بهتون بدن یه صفحه مشبک بدن و بعد بگن منحنی سرعت زمان یه جسم یه همچین چیزی. و بپرسن که چقدر جا به جا شده. این x بر حسب این v بر حسب متر بر ثانیه است. اینو بگیریم 3, 6, 9, 12. این t بر حسب ثانیه است. اینو بگیریم 10, 20, 30, 40. حالا بپرسیم در این 40 ثانیه چقدر جسممون جابجا شد. چی کار باید بکنیم؟ طبیعتاً مساحت این زیر منحنی رو باید حساب بکنیم. یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا تقریباً، 6, 7, 8, 9, 10. این سه تا مثلا یه دونه میشه 11. این دو تا یه دونه 12، این دو تا یه دونه 13. 13 و خورده مثبت تقریبا 14 تا، این خوردهش به 14 نزدیکه. 1, 2, 3 و جهت را مثلا میگیرم یکی میشه 4. 4 تا منفی تقریبا 10. اما 10 چی؟ هر مربع اینا رو که بگیرم یه 5 ثانیه داره ضرب در 3 متر بر ثانیه که میشه 15 متر. پس هر مربع 15 متره، پس اینو باید ضرب در 15 متر بکنم. 10 تا 15 متر دارم که میشه 150 متر. عدم دقتی هم که دارم ممکنه، من حالا مطمئنم که یه دونه خونه کم و زیاد نکردم، ولی ممکنه چند دهم خونه، مثلا 2/3 خونه بالا پایین کرده باشم. هر 2/3 خونه، هر خونه 15 متره،
مثلا 0.2 خونه بگیریم، خود 3 متر میتونم بپذیرم که جابجا شده، 3-4 متر برام قابل قبول، مثبت منفی 4 متر، اینقدر جابجا شده. پس حالا این V داده شده، X در اومد، میتونید چیزهای دیگه بدید، مثلا شتاب رو بدید، V رو در بیارید، بعد V رو بدید V که در اومد، از روش X رو در بیارید و روشی که به کار میره یه چیزی شبیه به همین. خیلی حالا بعد کاری که میخوام بکنم اینه که یه سری حرکت‌های ساده‌ای که توی طبیعت دیده میشه رو بیام و درباره‌اش حرف بزنم. اولین حرکت ساده‌ای که میشه درباره‌اش حرف زد حرکت مثلا این تخت پاک کن. تکون نمی‌خوره. مکانش ثابت. طبعاً سرعتش صفره، شتابش صفره، تکانش صفره و همطور مشتقات بالاتر صفر. خیلی حرکت ساده. حرکت دیگه که توی طبیعت ممکنه ببینید حرکت مثلا یه قطاریه که داره میره و این قطار تقریبا سرعتش ثابت، مثلا 60 کیلومتر بر ساعت. به این دقت بکنید، من میگم حرکت تقریبا سرعتش ثابته، چون هیچ چیزی رو ما تو فیزیک نمیتونیم بگیم این دقیقا اینقدر است، چون با یه دقتی من اندازه‌گیری کردم. آها، اومدم عقربه سرعت سنج قطار رو کردم، حدود 60، حالا ممکنه یکم نوسان بکنه بالا پایین بره، ولی حدود 60 باقی مونده. پس یه حرکتی رو دارم که تقریبا سرعت ثابته. اگر چنین چیزی باشه من میتونم از چنین داستانی استفاده بکنم، بگم x7 های x0 هست انتگرال v که هست v0 dt و از این در بیارم که x هستش x0 برای v0 t، شتاب هم که 0 میشه و همتنین مشتقات بالاتر. حرکت خیلی ساده ایه باز. باز تأکید میکنم که حرکت در یک بوده. من فعلا یک حرکت یک بودی دارم که حالا یه بار حرکت یه همچین موجودی که تکون نمیخوره رو بررسی کردم، یه بار حرکت یک موجودی مثل قطار که داره با سرعت ثابت حرکت میکنه رو بررسی کردم. حرکت دیگه ای که باز توی طبیعت دیده میشه یه چیزی مثل افتادن گچ، که این هم اگر با دقت نگاه بکنیم، اندازه گیری کنیم، چیزی که میبینیم اینه که گویا چه این حرکتی حرکتیه که شتابش تقریبا ثابت. باز دقت بکنیم، من حرف تقریبا ثابت رو میزنم، هیچ وقت نمیگم دقیقا ثابت. این روابطی که من شتاب رو دقیقا ثابت میگم فقط روابط ریاضیه، در واقعیت چنین چیزی نداره. خب اگر شتاب ثابت باشه V منهای V صفر میشه انتگرال A dt که میشه AT، یعنی V هستش V صفر برده AT. اگر X رو بخواه یه بار از این انتگرال بگیرم، یه وی صفر تی دارم به علاوه یک دوم آ تی دو. این روابط شما خیلی خوب بلدید، نمیدونم دو آ دی مساوی وی دو های وی صفر تو انواع اقسام چیزهایی که مربوط به حرکت شتاب داره با شتاب ثابت. طبیعیه که بعد از اینکه اینو گفتم برم سراغ این که حرکت با تکان ثابت رو بگیرم.
یعنی بگم جی ثابته، در نتیجه آ هستش جی صفر تی بر آ صفر. در نتیجه این هستش جی صفر به علاوه آ صفر تی به علاوه یک دومه جی صفر تی دو. در نتیجه ایکس هستش ایکس صفر به علاوه وی صفر تی به علاوه یک دومه آ صفر تی دو به علاوه یک شیشومه جی صفر تی سه. ولی به این نمیپردازم، نه به این دلیل که مفهوم نداره، به این دلیل که تو طبیعت من چنین حرکتی رو کمتر میبینم، یه چیزی که مشتق شتاب ثابت باشه، وگرنه از نظر سینماتیک هیچ اهمیتی نداره، میتونید هر کدوم از این حرکت ها رو نگاه. ولی بذارید بپردازیم به این حرکت هایی که بیشتر میبینیم. مثلا این حرکت رو شما به وفور ممکنه دیده باشید که چیزی نوسان کنه، مثلا یه آون گرفتید این داره نوسان میکنه، یا یه دونه فنر یه جرم بهش آویزونه و این بالا و پایین میره. این حرکت رو خب میبینید، پس بهتره حرکتی که نگاه میکنم بهش چنین چیزی باشه، حرکت نوسانی. خب اگر چنین چیزی داشته باشم چه جور حرکتیه؟ من به جای اینکه بخوام روابط بنویسم اول سعی می‌کنم حرکت رو بکشم. تی ایکس خب چه جوریه؟ باید هی بره بالا بیاد پایین، بره بالا بعد بیاد پایین. مبدا مکانم جایی میذارم که حرکت نسبت بهش متقارن باشه. و این جسمی که میره بالا پایین خیلی مشخصه، وقتی میره بالاترین حالت اینجا سرعتش صفر میشه، میاد پایین، پایین ترین حالت سرعتش صفر میشه، اینجا یعنی سرعت صفره، اینجا سرعت صفره، اینجا سرعت صفره. و اگر سرعت زمان رو بخوام بکشم اینجا سرعت مثبته، داره میره بالا، اینجا صفر میشه، پس این یکی سرعت. سرعت هم یه حالت نوسانی داره، هی زیاد میشه هی کم میشه، مثبت میشه منفی میشه. این جوریه که من میتونم توصیف بکنم حرکت یک جرم و فنر رو، و میشه بعد شتاب رو در نظر گرفت. طبیعتاً شتاب اینجاها منفیه، چون که ببخشید اینجا شتاب صفره، در واقع اینجا شیب صفره، اینجا شیب صفره، شیب صفره، شیب صفره، اینجاها باید شتاب صفر باشه و پس اینجا شیب صفر میشه، اینجا شیب صفر میشه، ضرب نخ صفر میشه و یه چیزی شبیه به این میشه. من به خصوص مقیاس ها رو رعایت نمی کنم، چون تأکید بکنم که این مقیاس مربوط به آبی رنگ یه چیزه که بر اساس متر بر مجذور ثانیه است، این یکی سفیده یه چیز دیگه است که بر اساس متره. من هیچ جوری مثلا
2 متر بر ثانیه رو با 5 متر بر مجذور ثانیه نمیتونم مقایسه بکنم. نمیتونم بگم آها ببین اینجا این کوچکتر از اینه، معنی نمیده. و بعد میتونیم مشتقات بالاتر بگیم. اما از نظر ریاضی اگه بخوایم بگیم، چیزی که برای توصیف این پدیده خوبه اینه که یه چیزی نوسانی طبیعتاً یه چیزی مثل آ سینوس امگا تیه. دقت بکنید، آ باید بعد طول داشته باشه چون که این بر طول داریم، و امگا یه چیزی از جنس یک تقسیم بر زمان باید باشه که بهش میگیم بسامد، که ضرب در تی بشه یه چیز بدون بعد باشه، سینوس یه چیز بدون بعد رو میتونم حساب. سینوس یک ثانیه معنی نداره و اون وقت از روش میتونم مشتق بگیرم و بعد ببینم که آها سرعت یه همچین چیزیه و چیزهای دیگه. اما اگر با دقت بیشتری به اون آونگه نگاه کنم یا اون فنره، منفی نداره. اگر به اون آونگه نگاه بکنم یا به اون فنره، یه چیز دیگه میبینم. میبینم خب آونگه رفت بالا اومد پایین، این کار رو داره میکنه، منتها یه کمی که گذشت چی میشه؟ دامنش هی کم و کم و کمتر میشه. حالا این حرکت رو باید بتونم توصیف بکنم. چه چیزی باید بکشم؟ بذارید این سرعت و شتاب رو پاک کنم. کاری که باید بکنم اینه که دامنه به تدریج کم بشه، یعنی اینطوریه، بعدی اینطوری باشه، بعدی اینطوری باشه و همینطور کوچکتر بشه. پس مکان زمان این آونگ واقعی یا این جرم و فنر واقعی چه اینجوریه، نوسان میکنه ولی دامنش داره کم بشه. خب چجوری اینو میتونم توصیف کنم؟ به ریاضیات بگم. جونم. ممکنه بشه، ولی خب ممکنه من یه آونگی یعنی آونگی که بررسی کردم با همین بسامد باشه. ولی خیلی چیز نیستش. یعنی من اونو فرض کردم با یه دقت کمتری نگاه کرده بودم، متوجه نشده بودم که دامنش کم میشه. حالا با دقت بیشتر. چی رو با چی مقایسه میکنید؟ مسئله اینه. مسئله واقعیتون چیه؟ ببین من دو تا آونگ رو با هم مقایسه کردم. این دو تا آونگ کدوم هست؟ به من بگید. اون وقت من بهتون میگم که آیا بسامد اینا با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ آره، ولی آیا با این یکی که میرایی نداشته یکیه یا نه؟ سوالی که پرسیدین این بود دیگه، درست میگم؟ یعنی میگم نسب این که صفرای این دوتا یکی هم دیگه، منظورتون چه چیزی؟ آره، برای آونگ‌های عادی چه اتفاقی میفته؟ یعنی فقط دامنش کوتاه میشه و این بازه ها سر جاش میمونه. خب حالا اینو چجوری میشه توصیف کرد؟ اگر بخوایم یک رابطه ریاضی براش پیشنهاد بدیم شما چی میشتم؟ هیچ کس پیشنهاد نمیده. جان دامنش هم تابعی از زمانه. چجوری؟ اینطوری؟
مخرج تابعی از تی باشه. خب هر چی تی بیشتر میشه این دامنه ای کم میشه، حالا یا تی یا یه تابعی از تی که یه تابع سوری از تی، یه تابع نزولی از تی. آه تو مخرج سعودی باشه. مخرج بله میشه یه همچین کاری کرد که مثلا حالا ATOM یکم مشکل داره به خاطر اینکه در تی مساوی صفر یکم بد رفتار میشه، هرچند چون اینجا سینوس داریم ممکنه خیلی مشکل به وجود نیاره، ولی خب AMون باید یک جنس متر ثانیه باشه. خیلی این نکته مهمیه، خیلی خوشحالم که به این نکته توجه کردیم که A حالا این نمیتونه اگر این جنس طوله چنین حرفی درست باشه، باید A اون وقت یک واحد دیگه ای داشته باشه، هم این ثانیه رو حذف بکنه هم برابر با متر باشه، یعنی این باید باشه مثلا 2/3 متر ضرب در ثانیه اگر چنین رابطه ای دارم. پیشنهاد دیگه ای نداریم؟ چی؟ A تقسیم بر تیتیوم یه تی بزرگ بذارم، یه تی بزرگ اینجا بذارم که A همچنان چیز باشه، واحدش متر باشه، یه تی هم داشته باشه، ولی این تو صفر یکم مشکل داره. جونم اگه جمع بکنید این چیز رو دارید، خب ولی این سر جاش میمونه که، ولی شما چی میگید؟ سیگمای از یه سری سینوس ها، برای چی این کار بکنید؟ شما چی میگید؟ جان؟ خب اگه به صورت خطی کم بشه، یعنی این باشه A منهای B T، اینجوری منظورتونه دیگه، یه ثابتی. اگه T رو خیلی بزرگ بکنی چی میشه؟ از B T از A هم رد میشه، خیلی بد میشه. جونم سینوس امگا تی چی کار کرد بلند؟ نه همین که دامنه رو ما دست میزنیم کار درستریه. یکی از دوستاتون جواب دیگه ای داد که اون جواب جوابی که اگر یه سری شرایط ساده شده ای بذاریم توی سیستم جواب منطقی به نظر میاد، اینه که یه همچین چیزی بذاریم که دامنه به صورت نمایی افت کنه. دقت بکنید من اینو ای به توان یه منفی بی تی گذاشتم و این بی باید از جنس یک تقسیم بر زمان باشه که اون وقت ضرب در این زمان بشه، کلن یه چیز بدون بعدی بشه، اون وقت میشه ای به توان اون کمیت رو حساب کرد. و اگر اینو بذارید نموداری شبیه به همین چیزی که من کشیدم به دست میاد. حالا یک حرکت دیگه ای که باز توی طبیعت وجود داره، من افتادن گچ رو مثال زدم، ولی فرض کنید که یه چیزی دارم که مثل اینه، فرض از اون بالا مالا ها میخوام بندازمش، فرض کنید یکی دستش میرسه به سقف و از سقف اینو میخواد بندازه، یا مثلا حتی از بالای مثلا ابن سینا اینو ول میکنه بیاد پایین، چی میشه؟ اگه بخوام حرکت رو توصیف کنم چه اتفاقی میفته؟ برای این جسم نه، شرط واقعی، واقعا
میرید، یا اگه این خواهد اینجا آزمایش انجام بدید یه دونه بادکنک میارید اینجا ولش میکنید بیفته زمین و میخواهید اینو توصیف بکنید. جونم پر یکم سخته، هی میره این ور میره اون ور، میدونید؟ یه بادکنک رو میگیریم ول میکنیم. در این اتاق یه بادکنک رو اینجا ول میکنم بیفته پایین. کولر هم نداریم من. جونم باریکلا یعنی من نمودار رو اگر بخوام بکشم x بر اساس t چجوری بکشم؟ توصیفتون درسته، بذارید بکشیم بعد سوال بپرسیم. از اینجا رهاش کرد، من اگر x بر اساس t رو بخوام بکشم چی میشه؟ اولش چیکار کنم؟ سرعت صفره، پس شیب باید صفر باشه. شتاب چی؟ به سمت پایینه، درنشه یه تقاور به سمت پایین باید داشته باشم، این شکل. و بعد شتابش کم میشه، به تدریج به جایی میرسه که سرعت ثابت. اگر سرعت ثابته یعنی شیب ثابت و شتاب صفر. پس توصیف حرکت بادکنک که من اینجا ولش میکنم بخور زمین چه این چیزیه؟ اما اولش شتاب میگیره بعد دیگه سرعت ثابت میشه. سوال کنم فکر کنی نمیشه؟ دفعه بعد یه بادکنک میاری؟ حتی من نیستم دفعه بعد. آره یه بادکنک میاریم قشنگ رو میشه اندازه گرفت که به سرعت حد میرسه. متا یکم زمان سنجی خوب باید بکنید و اینجور کارا. من تو خونه قشنگ میتونید این کارو بکنید. کی گفته نداره؟ به این که چقدر مثلا ممکن بود اگر بادکنکتون یه شکل دیگه ای داشته باشه یا مثلا به جای بادکنک مثلا از این استفاده کرده باشید مثلا اینطوری باشه. یعنی در نهایت سرعت بزرگتری داشته باشه. ببین به سرعت حدی رسیده یا نه یه سوالیه که به یه شکل دیگه میشه جواب داد. مثلا شما میتونید سرعت سنجی بکنید اون تها. نه شما از کجا میدونید این شیب چقدر ثابته؟ ببین همه اینا در حد دقت معنی داره. اگر من بتونم با دقت مثلا اندازه بگیرم مثلا ممکنه بگم آها نه این سرعت تقریبا ثابته، اینجا سرعت مثلا 1.725 هزارم متر بر ثانیه است، اینجا 1.724 هزارم متر بر ثانیه. اگه دقت هزارم متر بر ثانیه داشته باشی میفهمی آها اینجا با اینجا سرعت فرق میکنه. به این معنی که مثلا با یه دقتی این سرعت عوض نمیشه. بله. به این همه این حرفا میگم با دقت اندازه گیری معنی پیدا میکنه. بله من دیدم مثلا همه از این جای بعد هر وقت اندازه گرفتم 1.72 صدام متر بر ثانیه است. نه 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 الان فعلا فقط حرکت شناسیه. من این حرکت افتادن بادکنک رو دیدم، اندازه گیری کردم و دیدم این اتفاق براش میفته. به
ببین من الان اصلا یعنی حالا این دوستتون اینطوری توجیه کرد، من اصلا به این نپرداختم، من الان حرکت شناسیه، به این نپرداختم که چرا این جسم چنین حرکتی میکنه. این سوالیه که یه وقت دیگه ای باید بهش بپردازیم. الان فقط دیدیم آها این مثل اولش یکم سرعتش زیاد میشه، بعد دیگه تقریبا سرعتش ثابت. این چیزی که من فقط دیدم. حالا یه وقتی باید به این بپردازم که چرا این اتفاق میفته و عوامل دخیل در این که این چجوری سرعتش تغییر میکنه چیه. این میشه دینامیک. خیلی خوب، من بخش حرکت شناسی که حرکت در یک بوده عملا تموم کردم، یه مثال میخوام فقط حل بکنم و بعد میرم حرکت در دو یا سه بود که خب طبیعتاً چیزای طبیعی تری هستن، برای اینکه ما انواع اقسام حرکت هایی که داریم تقریبا خیلی کمن که مقید باشن حتما و حتما در یک بود مشخص حرکت کنن. بیشتر حرکت ها در ابعاد دو یا سه هستن، به طور کلی سه، و من اونا رو باید در نظر بگیرم. خب یه مثال فقط میخوام حل بکنم برای اینکه جنس مسئله هایی که باید حل بکنید و یک خاصیتشون رو مثلا نگاه. فرض کنید یه نفر میره یه موجودی و یه گچی یه سنگی رو از اون بالا رها میکنه که طول پنجره رو طی کنه و بعد بخوره زمین، و من میخوام ببینم که این شخص اون جسم رو از کجا پرت کرده، از کجا رها کرده. اول میام این طول اندازه میگیرم که آقا این پنجره از بالا تا پایینش چقدر ارتفاع داره. پس ارتفاع پنجره رو میام با متر اندازه میگیرم. دقتی که دارم برای متر، برای این طول چقدره؟ مثلا متر من در حد سانتی متر رو نشون میده. در میارم که این ارتفاع h برابر است با 1 و مثلا 62 صدم متر. اینجا گرفتم با دقت سانتی متر، مثلا در آوردم 1 و 62 صدم سانتی متر. و گفتم خب اون دوست من که داره رها میکنه، گفتم خب رها کن، چارچشم موازه بند که این جسمه از اون بالا دیده بشه، زمان سنجم را بندازم تا از دیدم خارج شد دوباره قطعش بکنم و یه عدد در بیارم. ما یه بار یه آزمایشی اینجا انجام دادیم، دیدیم خیلی عددهای متعدد و متفاوتی در میاریم. اگر من با همین روش بخوام بکنم اونجا هم چنین اتفاقی میفته، و بعد از این دوستم که اونجا هستش میگم آقا یه بار این کارو نکن، یه مشت یه دونه از این جعبه ها گچ ببر با خودت، هی یکی یکی بنداز، هی من یکی یکی اندازه بگیرم و یه تعداد عدد در میارم، و بعد از این میانگینگیری ها و اینجور چیزا میگم آقا من میتونم بفهمم که زمانی که طی میکنه هستش 0.3 ثانیه. و حالا از روی اینا میخوام بفهمم اون شخصی که این گچ ها رو رها میکنه چقدر بالاتر از این چیز بالایی پنجره است. خب چه کار میتونم بکنم؟ میگم خب این مکان بالای پنجره، اینم پایین، این ارتفاع h و میدونم h برابر است با 1/2 a t2 به علاوه vt. برای موجودی مثل گچ میتونم به تقریب بگم که شتاب تو این محدوده ثابته. این رابطه رو اینطوری نوشتم، h رو دارم، t رو اندازه گرفتم، a هم که شتاب جاذبه است، دانش وی رو میتونم در بیارم. وی صفر هستش h منهای 1/2 a t2 تقسیم بر t. پس این h رو در آوردم. حالا چیزی که از این که میخوام ببینم چقدر بالاتر این رها شده. یه رابطه دیگه ای دارم که به میگه
دو برابر شتاب ضرب اچ پریم هستش وی اختلاف ویدوهای سر و ته که میشه وی سفت و اون بالا هم که سرعت صفر. وی سفت رو از اینجا به دست آورده بودم، آم که باز همون شتاب جاذبه است، اچ پریم در. حالا به من بگید اچ پریم چقدر؟ حساب عددی هست، یه عدد بهم بدید. چیو؟ ببین این تیکه رو گفتم وی اینجا به توان دو، منهای وی اینجا به توان دو از دو برابر شتاب ضرب در این فاصله. وی اینجا چقدره؟ وی صفر. این تیک زمانی که طول کشیده از اینجا به اینجا برسه. آها باری کرد. خب چی شد؟ چند؟ هفتاد و شیش. خب دیگه؟ چند؟ 63 سانتی متر. چند؟ 65. دیگه؟ 72. 9. چرا اینقدر این ماشین حساب ها اینقدر با هم اختلاف؟ هفت سانتی متر. شیش سانت. ها هفتاد و شیش. خب و من باید بگم که همه اینا به درد نخور. باز این 7 سانتی متر برای من قابل قبول تره، هرچند اونم خب مشکل دیگه ای داره. ببین شما براتون من زمان سنجی کردم اینجا، باید متوجه باشید چقدر بی‌دقتی دارید تو زمان سنجی. یعنی این 0.3 ثانیه احتمالا حاضرید بپذیرید مثلا 34 صدم ثانیه باشه، اینو میتونید بپذیرید، یا مثلا 27 صدم ثانیه باشه. اون وقت میخواد بگید که نه این 76 سانتی متر بوده و 77 سانتی متر نبوده. اگه چنین حرفی بزنید دروغ گفتید. من انتظارم این بود که جوابی که بدید مثلا این بودشه که 8 متر مثلا. من حرفم اینه که دقت تا سانتیمتر ندارید، در نتیجه هیچ وقت این چیز رو گزارش نکنید. یعنی تو امتحانم هرچند به نظر من امتحان اهمیتی نداره، تو زندگی مهمتره، اگر چنین چیزی بنویسید اشتباه نوشتید. این جوابی که دادید اشتباهه، میخوام تأکید بکنم اشتباهه و یه حرف چیستر. دروغ گفتید، دروغ گفتید که من 6 سانتی متر رو بلدم. نیست. اون درستش رو گفته، گفته 0.3 یکم بالا پایین من نمیتونم تشخیص بدم.
جان؟ خب من گفتم وقتی چنین چیزی می نویسیم معنیش اینه که من تا 500 این برانورم قابل قبول دارم. اگر بیشترش رو می فهمیدم مثلا می نویسم آقا اینجا 300 مثلا این دوشم می دونم چیه، ولی اوه من نتونستم اندازه بگیرم، فقط دهم ثانیه‌اش رو مطمئنم، صدام ثانیه‌اش رو هیچی نمیدونم در بودش. این درستش رو گفته، شما دروغ گفته. نه حالا این لفظ رو به کار میبرم نه اینکه بخوام بار اخلاقی بذارم روش، ولی میخوام متوجه بشید که اینو ندارید شما، این شیشه، سه، پنجه، هر کدوم از اینایی که میگید نداریدش. اگر من این سه دهم رو بکنم 33 دوباره حساب کنید، همون کسایی که اینا چیز کردن حساب کنید، اون وقت میبینید که جوابتون عوض شد، یا این احتمالاً یه تعدادتون جی رو 10 گرفتید، یه تعدادتون 9.8. خب آیا مجازی 10 بگیرید یا نه؟ جواب اینه که بله مجازیم، به خاطر اینکه من دقتی که دارم اینقدر کمه که جی 10 و 9.8 اهمیتی نداره. اما اگر من با یه دقت خیلی زیادی این طول انزه میگفتم، مثلا میتونم 1.62 و مثلا 1.1 1.621 هزارم متره و با یه روش زمانسنجی خیلی دقیقی با یه چشم نوری با یه چیزی اینو انزه گرفتم و فهمیدم این هست 328 هزارم ثانیه، اون وقت اگر جی رو 10 بگیرم کار اشتباهی کردم، چون دقتی دارم که جی 10 و جی 9.8 با هم فرق می‌کنه. خیلی خوب، پس باز من اینا رو تاکید میکنم برای اینکه این اولا مسئله رو واقعی در نظر بگیرید، واقعا یه نفری رفته اونجا به چیزی انداخته و من اینجا دارم نگاش میکنم، و اینکه دقت ها در چه حدی دارم با نگاه. ببین تو همین مسئله اگر اینقدر دقت گذاشتید، وقتی اون شخصی که اون بالاست اگه دست رو گرفته باشه مثلا رها کرده باشه، خب میتونه یه سانت بالا یه سانت پایین گرفته باشه، کل این دقتی که شما به کار بردید رو خراب میکنه. همه اینا رو باید تو ذهن داشته باشید. مسئله رو از جنس یک چیز فانتزی که گلوله‌ای به جرم 2 کیلوگرم از ارتفاع H با سرعت اینقدر رها کرده و آن را در فلانجا چه کار میکنیم، اینو فراموشش کنید. این مسئله باید مسئله واقعی باشه، باید واقعا یک جسمی رها شده باشه و افتاده باشه. خیلی خوب، من فکر میکنم که شروع نکنم صدای دو بودی رو. یه دقیقه صبر. از جلسه آینده آقای دکتر اشتهادی میان و من دیگه با شما نخواهم بود. انشاءالله که خوش باشید.